نیروهایی که تازه تعلیمات ابتدایی نظامی را فرا گرفتند قرار است در ولایت‌های حوزه غرب کشور جابجا شوند. این نیروها تا 6 هفته چگونگی استفاده از سلاح‌های مختلف را یاد گرفتند. مسئولان امنیتی میگویند روند آموزش‌های نظامی همچنان در این مرکز تعلیمی ادامه دارد. بنابراین در ساحاتی که نیاز به نیروی کافی باشد، این سربازان را به هدف تامین امنیت می‌فرستند. در این مرکز 202 اتیا کسان فارغ کو شهره د هغه جملې څخه 111 کسان د هرات دي، 69 کسان د غور دي، باقي منده کم کسان چې دي هغه د فرا دي چې لله الحمد دلته ښه مسلکي زده کړې او ښه په یو استعداد د لوړولو او د نظام د استحکام لپاره هغه درسونه مور کړي چې انشاءالله چې ټول امت مسلمه او ټولو مشرانو دپاره د خوشحالۍ او د نظام د استحکام سبب وګرځي. آنگونه که مسئولان امنیتی در این حوزه میگویند هنوز روند جلب و جذب در مراکز تعلیمی حوزه غرب کشور شروع نشده است. این روزها تنها نیروهای امارت اسلامی مصروف یادگیری مسائل نظامی هستند. بنان روند آموزش برای این نیروها همچنان ادامه دارد. بر علاوه این که درسهای نظامی را یاد میگیرند، چگونگی برخورد با مجرمین و رویدادهای جنایی نیز برای آنها آموزش داده میشود. چې تاسو دا خدمت کړی دی و دې خدمت ته تیار سوی یاست، د هغو هدف به تاسو لاسته راوړي و تاسو بې ساتي و بقا بې سبب تاسې ګرځېږي چې دا باقي وګرځېږي. نیروهایی که تازه سند فراغت دریافت می کنند از ولایت های فرا، غور، هرات و بادغیس جذب برنامه های تعلیمی نظامی شده بودند. این سربازان با چگونگی استفاده از سلاح های مختلف آشنا شدند و همچنان درس های اخلاقی و عقیدتی را فرا گرفتند. شماره از این سربازان میگویند به خاطر تامین امنیت و آرامش مردم تلاش میکنند. در اینجا ما آموزش های جنایی، آموزش های تکنیک سلاح، درس های عقیدتی ما آموزش دیدیم و همچنین قانون و مقررات پلیس. سل پیصد باید دولت سر مج اخلاق کو اخلاق مهم دی چې مج دولت سر اخلاق کو ځکه چې مهمه وسله د پولیس لپاره اخلاق ته. لا ما به خاطر آرامش ملت خود ولو که با خون ما با سر ما تمام بشه، ما برای آرامش اینا و بخاطر امنیت اینا کوشش میکنیم و برای هیچ کس اجازه نمیدهیم که در ملت ما و در وطن ما و در خاک ما به جنایت و خیانت دست بزند. در 1.5 سال گذشته حدود 3500 تن از این مرکز تعلیمی فارغ شدند. این تنها مرکز بزرگ تعلیمات نظامی در غرب کشور میباشد. مسئولان امنیتی میگویند این سربازان به خاطر تامین امنیت شهرها در این حوزه جابجا خواهند شد.